الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. تمامي شكر وستايشها أزان الله يگان خالق وفرياد رس جهانيان است، ودرود وسلام ببايان بر خاتم رسول محمد مصطفى وتمامي خاندان ويارانه با وفایش. بار الها، در حالی افتتاح این شبکه جهانی مبارک را آغاز می کنیم که همه با هم جمع شده ایم و خاشعانه دست نیاز را تنها به سوی تو بلند کرده ایم. بار الها، با یقین و اطمینان کامل می دانیم که تو خیر و صلاح ما و دینت را می خواهی و تنها از تو تمنا داریم که ما را در این امر بسیار مهم موفق گردانی. بار الها، یقین داریم که تو صدای ما را میشنوی و از حال و نیت و قصد ما اطلاع داری و میدانیم که تو چنان قدرتی داری که نیازی به هیچ وسیله و واسطه ای نداری و اگر اراده امری نمایی با یک دستور آن امر پدید می آید. بار الها، یک روح و جان حقیر بیشتر نداریم، آن هم وقف تو کردیم، پس این نذر موقوفه را از ما بپذیر. بار الها، این شبکه وقف راه توست، وقف آزادی هاست، پس ما را برای رساندن رسالت توحیدیت موفق گردان. بار الها، با تو عهد می‌بندیم که در این راه مبارک و آن هم ابلاغ رسالت توحیدیت جز از تو از هیچ احدی واهمه‌ای نداشته باشیم و فقط ترس از تو را اساس کارمان قرار دهیم. بار الها، از تو تمنا داریم که نهایت امرمان را در این راه توحیدی جز غنیمت و یا شهادت در راهت چیزی دیگری را قرار ندهی. بار الها، تو را گواه میگیریم که تنها هدفمان از این امر مهم رضایت و خوشنودی توست، پس بار الها ما را بر این هدف و نیتمان استوار گردان. بار الها، اگر بندگانی که در دعاهاشون غیر از تو را سراغ می گیرند و جز تو را به فریاد می خواندند، می دانستند که تنها تو را به فریاد خواندن و یگان پرست بودن چه لذتی دارد، جز تو را به فریاد نمی خواندند، پس بار الها این اندیشه را در قلبشان قرار ده که تنها تو را به فریاد خوانند و تنها تو را عبادت کنند. بار الها، با تو عهد می‌بندیم که در این رسالت مهم تنها پیام اسلام راستین را به بندگانت ابلاغ کنیم و با شرکیات و خرافات و بدعت‌ها و نوآوری‌ها مبارزه کنیم و در این راه ترس از تو را فقط مد نظر خود قرار می‌دهیم. بار الها، یقین داریم که اسلام راستین جز زیبایی پیام دیگری ندارد، پس ما هم تنها زیبایی که همان اسلام راستین باشد به بندگانت ابلاغ میکنیم. بار الها، با تو عهد میبندیم که در این رسالت مهم توحیدی جز استناد به کلامت و روایات صحیحی که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست به چیزی دیگری استناد نکنیم. بار الها، با تو عهد میبندیم که بندگانت را از منزلت بندگی بودن بالاتر قرار ندهیم. بار الها، ای یگان معبود برحق، از تو تمنا داریم که تمامی مخالفین دینت و آنهایی که شب و روز علیه ما و دینت نقشی میکشند همه اونها را هدایت دهی تا حق را بشناسند و جز حق را نپذیرند. بار الها، ما بندگانی از بندگان تو هستیم و در این راه بنا به انسان بودن ممکن است دچار لغزش و یا اشتباهی شویم. بار الها، اگر راه حق را در پیش گرفتیم، پس ما را بر آن راه استوار گردان و اگر غیر از آن را در پیش گرفتیم، راه حق را به ما نشان ده و ما را مؤاخذه نفرما. بار الها، هر کسی که دل سوزانه برای موفقیت این امر مهم در سجده هایش در دعاهایش دعا می کند، بار الها با فضل و لطف خود همه اونها را مورد لطف و رحمتت قرار بده. بار الها، از تو تمنا داریم که همه شهدایی که با خون خود
پیام یگان پرستی را به جهانیان رسانیدند، به بندگانت رسانیدند، آنها را مشمول رحمت و آمرزشت قرار دهی. بار الها از تو مسئلت داریم که شهدای مانند شهید محمد صالح ضیایی و شهید کاک احمد مفتی زاده و شهید علی دهواری و شهید دکتر مظفریان و شهید نعمت الله توحیدی و شهید عبدالملک ملازاده و شهید دکتر احمد صیاد و شهید ابوالفضل برقعی و شهید مرتضی رادمهر و شهید کاک ناصر سبحانی و شهید کاک محمد ربیعی و دیگر شهدایی که ظالمانه خونشون بر زمین ریخته شد و ما از اونها اطلاع نداریم، همه اونها را مورد مغفرت و آمرزشت قرار بدهیم. بار الها این شبکه مبارک با کمک مردمی راه اندازی شده. بار الها برکت و افزایش در ثروت، عمر، فرزند، خانواده، سلامتی همه اونهایی که از آرامش و رفاه خود و خانواده خود گذشتند و بخشی از ثروت خود را در این راه گذاشتند تا اینکه رسالت توحیدی تو به مردم رسانده بشه، بار الها رحمتت و برکتت و لطفت شامل حال اونها بگردان. بار الها هر کسی که با قلمش یا پیشنهادایش و انتقادهای سازنده و یا با بیاناتش ما را همراهی کردن، همه اونها را موفق و سربلند و مؤید گردان. بار الها با تو عهد می‌بندیم که در این شبکه مبارک آزادی بیان و گفتگوی آزاد را اساس کارمان قرار دهیم و هر کسی هر گونه شبهه و یا اعتراضی علیه ما، علیه ایده و اعتقاد ما، علیه باورهای ما داشته باشد، هیچ ممانعتی با او نکنیم و آزادانه بتواند اون حرف دل خودش رو به این شبکه برسونه و یا ما بتوانیم پاسخگوی آن باشیم و یا به هر صورت از اون عذرخواهی بکنیم و با این وضعیت بتوانیم پیام آزادی خواهی و آزادی بیان را به تمامی انسانهای دنیا اعلام کنیم. بار الها این امر را از ما بپذیر و تو شنوا و بینا هستی. والحمد لله رب العالمين. خیلی دعای زیبایی بود، خیلی خیلی متشکر. ما بعد از افتتاح صحبت می‌دیم به جناب دکتر، اگر به هر حال شبکه در حال حاضر شروع شد و ما برنامه‌های بعد از نیم ساعت برنامه‌های جدید این شبکه رو بیننده‌ها شاهد خواهند بود. من هم باز بار دیگر کمال تشکر رو دارم از شما دوستان عزیز، مجریان، فیلمبرداران، گویندگان، همه کسانی که در بخش‌های مختلف این شبکه کار می‌کنند. چون معمولاً آنچه که در صفحه تلویزیون نشون داده میشه بیشتر مجریان هستند که مورد انتقاد یا مورد تحسین و تمجید قرار می‌گیرند. بقیه کسانی که در پشت صحنه هستند چون دیده نمیشن معمولا کمتر مورد توجه یا مورد انتقاد قرار میگیرن. من از همه دوستانی که چه در جلوی تلویزیون چه در پشت صحنه زمان میکشن تشکر میکنم و نکاتی رو هم که بازم به یادم اومد که دوست دارم به آنها اشاره بکنم این است که به قول مولانا نوریان بر نوریان را جاذبن. من معتقدم که کسانی که در این شبکه کار میکنن، این شبکه تنها مختص آنها نیست و نباید همه زحمت ها را دوستان ما متحمل بشن. این برنامه ها برای مردم است، برای بینندگان است، یعنی بینندگان هم باید احساس مسئولیت بکنن در مقابل این برنامه ها، در مقابل تولید برنامه ها، در مقابل همکاری و تعاونی که باید احساس بکنن برای غنی سازی بیشتر این برنامه ها. نکته دیگری که هست دوستان